وایرلس انستالیشن تایپ یا همون مدل های مختلف اینستال شبکه وایرلس. دو مدل اصلی در این مورد وجود داره که هر دیوایس وایرلس 802.11 توانایی اینو داره که خودش رو انطباق بده با هر کدوم از این دو مدل. حالا این دو مدل رو ما به نام اد هاک مود و انفراستراکچر مود میشناسیم که در مورد هر کدوم این توضیح خدمتتون خواهم داد. ساعتین روش اتصال وایرلس 802.11 مدل اد هاک هستش. در این روش وایرلس ان ای سی هاتون میتونن بدون نیاز به وب با هم به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند و به تبادل اطلاعات بپردازند. بهترین مثال برای این روش دو تا لپتاپ هست که وایرلس ان ای سی شون در مود اد هاک اینستال و ستاپ شده باشه. رنجش هم همونطور که میبینید کمتر از 90 الی 100 متر هستش. مود بعدی مود انفراستراکچر هستش. همونجوری که در شکل میبینید در کل مود انفراستراکچر بیشترین استفاده رو در شبکه‌های وایرلس داره. در این مدل وایرلس ان اس شما فقط با یک اکسس پوینت ارتباط برقرار میکنن و از طریق اون اکسس پوینت به همدیگه متصلن. این کامپیوتر A اگه بخواد با کامپیوتر B ارتباط برقرار کنه حتما این ارتباط از طریق یک اکسس پوینت خواهد بود. نکته مهمی که این وسط بود بدونید دو تا مطلبه. شما اگه بخواید شبکتون به صورت اینفراستراکچر مود وایرلستون کانفیگ کنید باید دو تا مطلب رو کامل بدونید. یکی SSID هستش، SSID شبکه هستش. یکی هم باید یه دانش حداقلی از وایرلس سکیورتی داشته باشید. ولی SSID چی هست؟ SSID که مخفف Security Set Identifier هستش یک مشخصه یونیکود 32 کاراکتری است که مشخص کننده شبکه وایرلس شما. همه دیوایس‌های تشکیل دهنده یک شبکه خاص وایرلس باید یک SSID یکسان داشته باشن. شبکه هایی هم که از چندین اکسس پوینت برای فراهم کردن یک شبکه استفاده میکنن باید همه اکسس پوینت ها SSID یکسان داشته باشن. همینجا باید یه اصطلاحی رو هم خدمتتون توضیح بدم به اسم رومینگ. رومینگ به چی میگن؟ پروسه ای رو میگن که طی اون اکسس پوینت های مختلفی که در یک ساختمان پخش شدن با یک SSID یکسان به کاربر این اجازه رو میدن که بتونه به نقاط مختلف اون ساختمان یا اون اریایی که اون اکسس پوینت ها پوشش میدن حرکت کنه بدون اینکه ارتباطش با شبکه قطع بشه.